خب سلام مجدد، ما یکم منتظر بمونیم مخاطبا دوباره بهمون اضافه شن و بعد بریم ادامه مطلب رو بایدی. خب سلام به همه دوستان، یه مقدار منتظر میمونیم مخاطبا بهمون اضافه بشن. خام ناصری، و اگر که نکته ای هست، تصویر یا هر چیزی مشکلی داره لطفا بگید که من درست بکنم، و اگر که در ابتدای مطلب هم سوالی پرسیده شده یادداشت کردید حتما من یادآوری کنید که بپرسم، سپاسگزار میشم، چون من دوربین یه مقدار عقب هست نمیتونم کاملا بخونم مطالب رو، عذرخواهی میکنم. ما که هم منتظر بمونیم دوباره به یه تعدادی برسیم و بعد ادی رو دعوت کنیم که اون اضافه شه. ادی، I'm waiting for more audience. When we reach a limited number, I will send you the request and please join us. خب یه مقدار منتظر مونیم. من بازم مجددا میگم من کامنت ها رو میبندم، اما در انتهای لایف کامنت ها رو باز میکنم. اگر سوالی داشتید حتما بپرسید، و یه نکته خیلی مهم، تجربیاتتون رو با ما در میون بذارید. یعنی مثلا من دارم این تمرین رو با گیتار انجام میدم، اگر شما هم انجام دادید تجربه متفاوتی داشتید حتما برام بنویسید، خیلی جذابه. یا حتی مثلا تمرینی که واسه ویولون داد از اساتید پیانو، اساتید ویولون، اساتید گیتار، همه تجربیاتتون رو با ما شیر کنید. هنرجویان عزیز، همه شیر کنید که ما بتونیم استفاده کنیم از تجربیات هم دیگه، بتونیم یاد بگیریم. چون خیلی وقتا من یه کاری رو انجام میدم، من یه تجربه دارم، بعد مثلا از ادی سوالم میکنم مشکلم حل میشه، ولی یه اشتباه دیگه دارم که الان بهش واقف نیستم. بعد مثلا شما اون سوالو که میکنید، یهو من میگم منم این اشتباه رو داشتم، خب پس منم تلاش میکنم خودم رو اصلاح کنم. خیلی خوبه هم تجربیاتتون رو تو طول این تمرین با ما در میون بذارید و همین که سوالاتتون رو بپرسید. فکر کنم دیگه اوکی باشه من ادی رو اضافه کنم. اوکی ادی، I'm sending you the request. Please accept it and join us. Go live with Eddy Malave. تمرین ها به یه سری سوالات هم هست، این هم من نوشتم اونها رو، اگر میشه یادداشت کنید من در انتها بپرسم از این. اوکی ادی، هلو اگین، لیت می جاست ترن آف دی کامنت. من مجددا کامنت ها رو میبندم تا انتهای ویدیو، چون روی تصویر ادی و ما تمرین هاشو نمیبینیم. سپاسگزار از همراهیتون. Okay, we are ready. Okay, wonderful. So now we're going to do a little bit of a review when we're talking about the three-jointed thumb, right? And this is going to be applying for all of our instruments. So if you were to take here, and if you start moving your thumb, and then you take, I would take a pencil or first finger, it doesn't matter. And I want you to locate where that movement is coming from. Start to locate where the movement is. You can, with the kids, I always locate it here. And I said, okay, there's the top. That's where how low the thumb is. And then I would make a dot, and then I would draw a line, and I would make a V. And you're gonna visualize how your thumb is actually moving. Okay, Eddie, let me just bring a pen, sorry. Hi everybody. I'm back. I'm sorry. Okay. I just ran there and come back. Should I translate in English? Yes, please. من ادی داریم صحبت می‌کنیم راجع به اینکه شستمون رو چجوری آزاد بگیریم. این شست آزاد برای نوازنده پیانو بسیار کاربردی، نوازنده گیتار بسیار کاربردی، ویولون، ویولون آلتو، ویولون سه، اونایی که آرشه دارن که دیگه خیلی کار بودی. گیتاریست ها هم معمولا شستشون رو میکشن وقتی ساز میزنن، یعنی همچی حالتی. همه اونا رو الان با این تمرین ادی ما کمک میکنه که بیشتر آگاهی پیدا کنیم. ادی میگه که ما معمولا حس میکنیم که دو تا بند داریم، ولی شست در واقع سه تا بند داریم. دستتون رو این شکلی بگیریم. ببینید من این دستم وقتی که مچم تو این ارتفاع قرار میگیره از
یه سری ماهیچه ها دارم استفاده میکنم که موج هم بالا نگه دارم. من دویدم این ماهیچه ها دارم کمک میکنم که کار میکنم که در واقع موج بالا بایسته. حالا اگر که من این ماهیچه ها شروع کنم موج هم میکنم. موجتون میخوام توی این حالت باشه، هیچ فشاری توی هیچ جانیز، همه ماهیچه ها آزاد. شستتون، من مجبورم بلندشم و اینجا نشون بدم، شستتون رو شروع کنید به تکون دادن و نگاه کنید که دستتون رو بذارید یا یه مداد بذارید اینجا، ببینید شستتون از کجا داره تکون میخوره، نقطه‌ای که شست داره تکون میخوره رو پیدا کنید. یه دونه نقطه بذارید اینجا. Eddy, after that we have to draw a V. Yeah, so you go down the first finger and then the thumb. خب حالا از این نقطه‌ای که پیدا کردید که شست داره از کجا تکون میخوره، از اینجا یه دونه خط بکشید برید به انگشت اشاره، یه دونه خط هم بکشید بیایید به شست. Eddy, is that correct? Yes, yes. So, یه همچین چکلی رو باید بذارید این درسته. So when people okay. are moving, so when they're moving, they can actually see that point of how low the thumb is, right? How long the thumb is. Let them start moving and see that's where the joint actually is. خب حالا با توجه به این خطی که کشیدین شروع کنید دستتون تکون دادن. ببینید حالا که تکون میدید دیگه شستتون دو بندی حس نمی کنید، متوجه میشید که شستتون یه قد بلندتری داره تا اینجا. ببینید یه همچین اتفاقیه، این الان میشه حرکت درستش هست. Okay, and then you can go around to here and start doing the same thing. خب از همین نقطه بچرخین، از این نقطه ای که توی پشت دست بود بچرخین، بیاین همونو کف دست و شروع کنید دوباره همونو حرکت دادن. اینجا همون ناحیه تنار که بهتون گفتم، ماهیچه نقطه ناحیه تنار و این نقطه ای که داره حرکت انجام میشه متوجهش میشید که از کجاست. این بعد نوازنده گیتار خیلی خوبه وقتی دارن تکنیکای شست رو میزنن، حالا چه تو شست آپویاندو، تو شست چه تو شست تیراندو، تو جفتش، یا مثلا برای پیانیستا، یا مثلا برای چلیس، ویولونیست، سازه شبیه. Okay, should we draw the line as well, Eddy, here? Yeah, no, so they can make a point here and then make but all this way. Where? Sorry? And then they can make the line to go up this side. خب حالا این ور دستتون هم همونو بکشید. یعنی دوباره برید به سمت انگشت اشاره. اینجوری و بعد بیاید به سمت شست. مثل من ناخودآگاه شستتون هم نکشید، حواستون باشه. I think yours should be just a little bit more here, right there. I think you put yours there. It should be just a little bit over. من نقطه‌ای که گذاشتم اشتباه است. باید a little bit over. Just a little bit more, closer to the dot. No. Closer to the dot. Lower. You should go a little bit lower. Yeah. And start moving. And you want to start to feel. Yeah. من نقطه رو بجا گذاشته بودم. این نقطه درسته. And you want to be very clear where the joint is. And بعد خواستم باشه که این چیزی که در واقع داریم انجام میدیم مفصلش کجاست. So just tell people there's a specific reason why we like to map and know about the thumb. Can people notice that if they put their hand on here, do they notice that the muscle is a little bit overdeveloped? Yes. You mean the thenar area, yes? Yes, it's usually overdeveloped. Now, most of us take away being a musician, if you're on the computer, if you're cooking, brushing your teeth, most of us don't even think about how we use our hands and our thumbs. But when we're playing an instrument, especially when the reason why I like this clear tubing, because most people tend to jab the thumb inside. Mm-hmm. So I'm just going to demonstrate from a string player, but I'm going to talk to all the musicians in a moment. Most of us tend to jam the thumb inside. And when we're playing, you often see this on the left-hand side. Oh, yes. Where in actuality, you it's need so to be typical for the guitar players. They actually push their thumb here like right. this. Right, the and same you can problem. Start to see the overdevelopment of the muscles. Yes. Yeah?
And so if you're looking to see, you can see how I am. I don't know if you can see me well, but I'll just play like. You see how I'm using myself? You see, yes. I'm showing my thumbs. And that took me a long time to undo, to make sure that I'm in balance with the tactile touch to the bow and the actual instrument. Because if you do like this for many years, you're gonna have a lot of pain and discomfort, and the sound isn't as nice. Oh, yes. But please explain to people, it's important to map the thumbs correctly. Okay. ببین یه نکته‌ای که داره کشیدیم. خیلی ساده فرض کنیم به این بگیم مپینگ کردن، نقشه کشیدن. ما توی این تمرین داشتیم مپ می‌کردیم، داشتیم نقشه این که شست چه جوری باید کار کنه رو می‌کشیدیم. خب؟ ادی میگه ما توی اکثر آدما اصلا فرزنده باشیم یا هر چیزی، انقدر از این ماهیچه شست زیاد کار می‌کشیم که نسبت به ماهیچه در بقیه قسمت دستمون خیلی ماهیچه قویه. یومینی مثلا آرز زیاده، مثلا با یکی دست میدین حس میکنه اینجاش خیلی ماهیچش زیاده، ماهیچه خیلی مثلا گنده شده. خب این چه اتفاقی افتاده؟ انقدر هی ازش کار کشته، استفاده خوب نیست اینا. اینکه ماهیچه بزرگ باشه، ماهیچه منقبض بزرگه، استفاده خوبی نیست. یادتون باشه نگید خب مثلا من ماهیچم گنده است اینجا، مثلا مثل دو سر بازو باهاش برخورد نکنید. این یه ماهیچه خیلی کوچیکه، برای همین نباید خیلی درشت باشه. برای همین توی چیز، توی نوازنده ذهنی میبینیم که اینو اینقدر فشار میدن، چه توی دست راست توی آرشه خیلی فشارش میدن، چه توی دست چپ توی در واقع ادی نشون داد دیگه، وقتی که دارن میگیرن این قسمت رو کلی فشار میدن. خب این ماهیچه ها شروع میکنه به بزرگ شدن، ولی در تحت فشار بهش دردی نمیخوره. الان مثلا توی گیتار هم دو تا نمونه خیلی مشخص رو نشون میدم. برای دست راست گیتاریست ها آقای من دستم چیکار کردم، این خیلی شایعه توی گیتاریست ها، شروع میکنن تکنیک آکویاندو اینجوری زدن. خب این تحت فشاره، من دارم زیاد ازش استفاده میکنم. یا این طرف دست چپ گیتاریست ها این دست چپ رو، این شسته رو انقدر فشار میدن که این دیگه دستشون مثلا میخواد یه باره بگیره، دستش کلا دو تا آکورد بگیره دیگه نمیتونه ساز بزنه، کلا انقدر دستش خسته میشه. برای همین این باید در واقع حالا جلوتر با هم دیگه کار میکنیم که روی وزن دست این آکورد باره گرفتن، نه روی فشار. برای همین باید یاد بگید که شستتون خیلی دقیق نقشه‌شو بکشید که کلا از کجا چه جوری داره حرکت میکنه. اوکی یعنی thank you. Yes. So everybody, so there's some people who might be saying, well, what, how does that apply to me if I'm playing guitar or a piano or even cello, by the way? Cello has a whole bunch of different things, because what I always like to talk to cellists about, you know how you have the, I'm playing, here's the viola in a vertical way. What the cellists have to deal with is the pegs here, and you often see cellists like this, right? Oh. You'll often see cellists like they're straining in the neck region because of the pegs. So there's pegs that you can actually go backwards. They have modern pegs that go this way here. Then they have the end pin, you know, that end pin there. Yes. That yes. If it's too low, you know, they have to, there's a whole bunch of other issues that cellists have to work out. But I'm always telling them about the pegs going this way. Let me just demonstrate it on a cello. We have a cello here. Yes, please. Yes. As a cello player, I'm sorry to take the cello, but let me demonstrate it. اوکی ادی یه مطلبی در رابطه با نوازنده چلو گفت. من چلیس نیستم، من بازم مصاحبه می کنم چلو رو گرفتم، فقط توضیحات ادی رو ساز بدم. ادی شود آی ترنسلیت وات یو تولد می؟ یا آها but to be specific that they can look online or talk to a cello professor about the pegs that go back, so this way it eliminates this, so this way they can play more to the instrument. ببینید چلیستا، حالا بازم میگم من چلیست هستم، شاید اکول درست نگم، فقط آوردم بالا. میگه این گوشی ها که اینجاست، حتی من قسمت پایین رو هم اضافه نکردم، با دست آوردم بالا دیگه زمان لایو گرفته نشه.
یه گوشی‌ها که اینجاست باعث میشه خیلی وقت چلیستا مجبور بشن گردن رو کج کنن که اتفاق اصلا خوبی نیست. توی چلوهای مدرن دارن صحبت میکنن که این گوشی‌ها رو به عقب بیاد، یعنی به بیرون باشه این سمتی رو به عقب بره و اینوری کوچه. یعنی مثلا ناخن ما توی گیتار تقریبا چیز شبیهمون داریم، یعنی گوشی‌ها رفته رو به عقب. می‌بینی میگن که توی چلوهای مدرن میخوان همین اتفاقو داشته باشن که گوشی‌ها رو به عقب بره، اینجا هم همون اتفاق رو به عقب بیاد که گردن نوازنده رو اذیت کنه. از اون طرف قضیه این در واقع توی پایین چلو ما یه در واقع میله‌ای داریم که اندازش تنظیم میشه دیگه، میشه چه کار سختی بلاد. این اندازه تنظیم میشه، میگن روی این اندازه هم باید خیلی دقت کنید که با توجه به فیزیک شما دقیقا اندازه درستی داشته باشه. اوکی ادی شود آی پوت د چلو اوی Yes, you can put the cello down. Eddie, just give me a moment to tell the audience about the story of playing in vertical position. Paganini, don't forget Paganini. یه مطلبی گفت خنده، من بگم بهتون داستانش. من شنبه لایوی داشتم با پدرو داوکانترا نوازنده ویولونسل و مربی خیلی معروف تکنیک الکساندر بود و الان رفته سری متودا رو با هم دیگه ادغام کرده و خیلی آدم چیزیه و خیلی تمرینات جالبی داره. کتاب داره تمرین یک پارچه، ما شنبه باش لایو داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم، بعد یه سری تمرینا به من داد، بعد آخر این تمرینا گفتش که سازت تو یه دونه موقعیت خیلی چیزی که قبلا تا حالا نگرفتی بگی. من هرجوری انجام دادم دیدم که نه مثلا یه حالتای مختلف گرفتی. گفتش که سازت عمودی بذار، من سازم عمودی گذاشتم. گفت حالا ساز گفتش که باید قول بدی که تو یه کنسرت دقیقاً اینجوری عمودی ساز بزنی. بعد از اون موقع دیگه حالا هر کی ما رو می‌بینه میگه که باید واسه ما عمودی ساز بزن. این داستان اینجوری بود ادیب ما رو. حالا هم ادیب من چیز میکنه که ما یه کنسرتی می‌خوایم بزنیم با هم دیگه که حالا تنظیم شده با گیتار و ویولا، میگه که اونو باید با من توی فیلمش عمودی ساز بزنیم. به اون خاطر که می‌خنده. اوکی ادی آی تولد دم دی استوری. ویل اولویز بی We will always, is as they say, all roads lead to Rome. We'll always go back to that vertical Pagan concerto style. We will always go to that. But okay. But the thing is, but people should understand that when we spoke about even just the one little thing about the sensory awareness, and then also talking about the thumb, people might say, well, how does that apply to making music? The thing is, it takes time. So you might feel something right away, but how do you maintain it? So there's little things that you need to be doing to make sure you remind yourself where your thumb actually is movable from, even from you're playing a cello or even when you're playing piano, you always have that motion going on anyway, right? But you really Yes. want to make sure that you have an understanding for where the joint actually is. So you can do like stretching. You can do these stretches here, like make an L, we say in English is L, and then you just extend the fingers and you should feel stretching in the webbing of your fingers. You can see how you're stretching, like you can see the stretching, and you still maintain the L. So I'll do one hand. You have the L and then you do each finger separately. You want to make sure you have an extension. And you do stuff like that. Then if you did this, I'll do one hand. Now look here. Now this is the part that you want to really be careful with. We call this finger tapping. So it's going to be the tapping fingers, right? But you want to make sure that you're not engaging this much. You do not want this. You want to keep this nice and soft and being able to move. And if this is an indication to anybody, it took me about 1.5 years to relax this muscle. Oh, nice. And I do this every, you see that I'm not doing this,
but I'm actually coming from the joint. So we want to soften this musculature. Oh, okay, okay, okay. Let me just share your actual ideas with the audiences. یه سه تمرین به ما داده، سه تمرینات کششی که انجام میدن، چیز شبیه این بود و بعد انگوشتا رو دونه به دونه میورد به سمت پایین، ولی خب اینو خیلی فشار نیاریم چون باید ازش آگاه باشیم. این تمرینایی نیست که معمولا بشه خیلی یه هوی شروع کرد و انجام بدنش، دونه دونه آروم آروم باید انجام بشه و با تمرینات زیرساختی قبلش خیلی یه هوی کششی رو توی ماهیچه کوچیک اعمال نکنید. ادی که این کارا داره انجام میده فوق العاده آگاه نسبت به بدنش، یکی این مطلب. و بعد یه دونه فینگر تپینگ دارم. این به این ماهیچه تنار فکر کنید، همین ماهیچه که راجبش صحبت کردیم، و حالا ماهیچه کف دستم بهشون توجه کنید. در نظر بگیرید که من هی انگشتای مختلفم میان شست رو لمس میکنن، ولی نها کنید من الان اینجا رو صفر میکنم، ببینیم لمس کردم صفر دارم لمس میکنم، حالا آزاد لمس میکنم. باید بتونید آزاد اینا رو لمس کنید بدون اینکه توی این ماهیچه فشار ایجاد کنید. و نکته که راجبش هست، ادی میگه من خودم یه سال و نیم طول کشید تا چیز کنم این ماهیچه رو بتونم انقدر آزاد حرکت بدم و فشاری روش نذارم. منم الان به سمت انگشت چهار میرم، خیلی آگاهانه باید برم چون داره نزدیک در واقع انقباض ایجاد شدن میشه. اوکی ادی؟ So great. So now I mean those are like the sensory awareness and just the thumb awareness is just the very tip of the iceberg of what you can learn with body mapping and Alexander technique. Another thing is I want to show the violinists out there. Now I'm going to make a comparison, like look at my violins setup. I still use the belt chin, but my chin rest is higher. So I'm going to show you comparing to the viola. Can you see the difference between the two? Yes. Would you please step back a little bit? Yes. Oh, yes. It's better now. You can see the difference in the setup. Yes, sure. I still use more padding. I still have I'll show you this. So I have this. Let him go translate it any for a sec. Okay. ببینید ادی داره میگه که من ستاپی که برای ویولون میذارم با ستاپی که برای ویولا میذارم متفاوته. برای ویولونش ارتفاع بیشتری برای این قسمتی که زیر چونه قرار میگیره گذاشته، چون خب به تب ساز کوچیک‌تره و حالا اینجوری پیدا کرده. ببینید من بازم میگم این ستاپ مال ادیه، مال جسم ادیه، برای همه قابل گذاشتن نیست. باید پیدا کنید که برای بدن خودتون بهترین ستاپ چیه. اوکی؟ So I have this thing called magic pad. Mm-hmm. And then I use the Belvelin. And then I have this. You can get this at a car store or some mechanic store. Very cheap. How do you call it? Hand cloth. And I just fold it like this. And because I need the padding. I need the padding on the right side. And then I use the rubber band, and then I have this chin rest, and you can see again if I'm bringing it like this, it goes on the collarbone, the wood goes on the collarbone, and I have an angle. The violin is in an angle, and here I am for the violin. And you can see here, you can see the relationship of my neck. You can see my neck is not compromised or anything. You can see the relationship. Just like that. And I still use the clear rubber tubing. And I'm set up like here. You see how I'm very, I can be expressive, no problem. I'm not tight. Oh, yes. در رابطه با چیزش، در رابطه با ویولونش گفت حالا چند تا چیزای مختلف رو هم میذاشت و وقتی ویولون میذاشت رو این استخون ترقوه، چیزی میذاشت که این استخون فشار نیاره، چیزی میذاشت اینجا که به گلو فشار
به در واقع ناحیه گردن و اینجا فشاری وارد نکنه. کل ماهیچه این قسمتش موقع ساز زدن آزاده و وقتی ساز میزنه الان خوش من گفت کامل میتونه حرکت کنه و ما میگیم بهش رقص حرکتی، میتونه برقصه و ساز بزنه. رقصیدن نه به معنی اینکه مثلا من دنس یا چیزی شبیه اون داشته باشم، میتونم با بدنم حرکت موشنای مختلف داشته باشم و ساز بزنم. این قضیه رو خیلی راحت داره چون بدنش تحت فشار نیست. ویولون اومده اینجا نشسته، انگار مثلا من یه چیزی گوشم اینجا حالا میخوام حرکت کنم، مشکلی نیست. برای همین خودش رو تنس نکرده، خودش رو جمع نکرده، فشار نیاورده، اینه ریلکس داره میزنه. اوکی. So what I was demonstrating is between the setup for the violin and the setup viola, it applies the same thing for setup for a piano, a setup for the guitar, a setup for cello, double bass, flute, what oboe, bassoon, whatever instrument that you're playing. Actually, you have to make sure that if you're sitting down, that you have the right chair height. In the guitar, I know you use a foot pedal. You know, are you really crouched over like this, or can you be, you know, a little bit leaning from your hip joints, you know, and coming from that point? Because remember, your spine is designed to be flexible. The same thing from a cello, like, is your seat okay? Is the end pin good? Is oh, and cellists and bass players, we use the clear rubber tubing on the bow. They yes. use it as well. It's applicable for any bow. But okay. The idea, the thing to translate most is I'm demonstrating violin and viola setup, but you have to think of your own personal setup for your own instrument. Okay, okay. Translated now? Yes. اوکی من ادی میگه که این ستاپی که من پیدا کردم برای ویولون و ویولا، من قبلا هم گفتم منحصر به فرد منه. برای شما حالا اندازه ها همه چی میتونه تغییر کنه یا حتی جهت ساز میتونه کم عقب جلو بشه. ببینید کجا شما توی فرم بدنتون متفاوته، چون اصلا ممکنه عرضشونه من کمتر باشه یا اصلا بیشتر باشه یا اصلا تون عضلانی بیشتر باشه درشت‌تر باشم. باید ببینید واسه شما کجا راحته. و یه نکته‌ای که هست، این در واقع قابل انجام روی همه سازه هست. یعنی من هر سازی میزنم، مثلا ما برای گیتار خب ادی یه چیزی میذاشت اینجا که این در واقع ویولون به استخونه فشار وارد نکنه، یه لبه تیزه دیگه. ما توی ساز گیتار هم خب اون لبه تیز رو داریم. اینها ما به هنرجو معمولا توصیه میکنیم که یه حوله چند لایه کنم بزنن اینجا، بعد دست رو بذارن. من اگه این حوله رو بزنم این لبه تیز توی دست من نمیره و باعث میشه خیلی بهتر باشه روزا. ما میگیم وقتی که شما میخواید ساز بزنید، اول تمام عواملی که توی ساز زدنتون تاثیر داره رو بررسی کنید که خوب باشه. نکته اول شرایط ذهنیتونه که اوکی باشید، بعد شرایط جسمیتونه اگه خیلی خستید اون ساز زدن به درد، بعد اندازش اوکیه، زیر پاییتون، پای نوتتون، همه چیزاتون رو باید چک کنین، سازتون، نحوه گرفتن و حتی محیطتون. ببینیم محیط اگه مثلا جوری که شما داره حواستو پرد میکنه، باز اون تمرین اون ساز زدن خیلی شاید مفید نباشه، فقط یه کار مکانیکی انجام بده. همه اینا رو باید در نظر بگیرید توی سازتون. اوکی ادی؟ So I mean that's the basic topic about as far as setup is concerned, how do you use Alexander technique and body mapping. But I want to talk to you about, mention to the audience about how I felt about when I learned about MuseMuscle, because I found it to be very interesting how, you know, you can see so far, like within Alexander technique and body mapping, it's a lot of a thinking process, right? What I loved about MuseMuscle is you actually have movement, you know, processes. And I mean, Alexander technique, you do have chair work where you're coming in and out of the chair. Okay, fine. But that's a, like one sort of exercise you do. The thing I love about MuseMuscle is you have very specific exercises to do, and you have a series of exercises. So if you're applying your body mapping and freeing the neck muscles of Alexander technique to these exercises in MuseMuscle, I found them to be, and I'm only in the beginning stages of this, and I find it to be a very beneficial work. And that's why I keep on, quite frankly, promoting in Europe and South America and North America. Thank you. Thank you for your kind words. We are so glad to hear that from a world-class musician like you. Thank you. It's our absolute honor. Can I just translate what you said? Yes. ادی در واقع گفتش که این مطالبی که من بهتون گفتم
یه معرفی بود از الکساندر تکنیک و بادی مپینگ که خیلی خیلی متد خوبی هستن و واقعا متد کاربردی و جذابی هستن. خود من دارم کار میکنم، کل چیز جدید دارم یاد میگیرم. ما صحبتی که داشتیم این بود که ما بیایم اول لایو هم گفتم همه این متدا بزنیم کنار هم دیگه بتونیم به نتیجه خیلی خوب برسیم و در سلامتی کامل ساز بزنیم، در رهایی کامل ساز بزنیم، لذت ببریم از ساز زدن. ادی به ما گفتش که بادی مپینگ و الکساندر خیلی تکنیکای خوبی هستن، خیلی کاربردی هستن، روی نقاط مختلف بدن خیلی تمرکز میکنن. اما از وقتی که با میوز ماسل آشنا شده، خب گفتم ما داریم بهش میوز ماسل درس میدیم، اونم به تبع ما اطلاعاتش با ما راجع بادی مپینگ و الکساندر در میوزه که خیلی خوبه. میگه من چیزی که راجع میوز ماسل متوجه شدم اینه که میوز ماسل میتونه تمام این آگاهی که شما از بادی مپینگ و الکساندر پیدا کردید و میتونید توی تمرینات میوز ماسل بگنجونید و تمرینات میوز ماسل رو وقتی میزنید تازه اونا رو خیلی بهتر حس میکنید، خیلی براتون جذاب‌تر میشه. و نکته مهمی که راجع میوز ماسل هست اینه که تمریناتی مثل بادی مپینگ یا الکساندر متد اینجوری بیشتر ذهنی روی شما کار میکنن، تمرین به اون اندازه نداره. میگه نقطه مثبت میوز ماسل این تمرینات خیلی خوبیه که داره، یادی که داره تمرینات برای کل بدن، برای دست، برای انگشتا. و همونجوری که گفتم میگه میتونیم این الکساندر و بادی مپینگ و میوز ماسل و اینا رو همه رو بزنیم کنار هم دیگه و به نتیجه خیلی خوب برسیم. و نکته که گفت این بود که سری میوز ماسل سری تمرینات داره که حالا شما برای استفاده مختلف مثل تخلیه، مثل وزن، مثل حالا افزایش قدرت، انعطاف، تمرینات دو نیم کره مغز، شما دوتا سازم داره هر نیم کره کار مختلف انجام میده. خب همه اینا رو وقتی که میذارید کنار هم دیگه با اون آگاهی که از الکساندر رو بادی مپینگ داریم میتونید نوازنده خیلی آگاه باشید و خیلی خوب ساز بزنید. اوکی یدی، thank you so much for your kind words. Of course. So, but, I forgot something. Let me just translate one more thing. Yes. این گفتش که دلیل به دلیلی که من این بادی مپینگ چیز و میوز ماسل رو خیلی خیلی خوب چیز کردم، خیلی جذاب دیدمش و خیلی کاربردی دیدمش، دارم به جای مختلف دنیا معرفیش میکنم. واقعا داره ارتباط خیلی خوبی برای ما ایجاد میکنه با جای مختلف دنیا و به اونا داره میوز ماسل رو معرفی میکنه به عنوان یک علم نو که میتونه خیلی کمک کنه به نوازنده. اوکی ادی، thank you. So but now I think that you know that having made not only just the comparison of like, well, we talked about the idea of Alexander technique and body mapping, and we did a couple of little tiny experiments and showed you, talked about setup, the importance about setup. We also have to talk about breathing. There's a whole education about breathing as well, which is really fascinating. But also, and then putting MuseMuscle, but a lot of the audience might be saying, well, why do I need all of this stuff? Because again, what I wanted to show everybody in the beginning is everybody played their instrument. They were, it was very easy for them, right? But then once we started, I used the word dissect. When we started to dissect certain things like sensory awareness and the three jointed thumb, and then putting everything, the experience of playing becomes different. It maybe. You know, that we're bringing in a certain awareness. And then also what I love about, I can't wait one day, we say, inshallah, I hope I can come to in Tehran. I want to experience the weights. The weights. Yeah, the instrument. I'm really curious about having that experience. So, I mean, it makes you really love, it helps, we can have a talent on the inside, but on a physical level, once we create that freedom on a physical level, the pure talent can, creativity can come out in a very, in a much more balanced way, as opposed to, oh, why is this not working? And I think showing the difference of the setup really allows you to understand that you can be up like this and, oh, I can, you know, you understand that what I'm trying to say about having the importance of a setup and then also taking care of yourself with all these type of works, and then you can create, you can play music in a much more healthy lifestyle. Absolutely, absolutely. Yes, they are absolutely necessary, and we cannot deny them. We will ultimately understand that we need them. Yes. We always need them because
there are some barriers that we can actually pass them through these exercises, through this awareness, and they can really help us to progress better, faster, and not face any injuries. Thank you for demonstrating. Shall I actually translate these words yes, as well? Please. Yes, please. Eddie نکته خیلی جالب کردش. گفتش که شاید الان همه بگن که خب ما داریم ساز میزنیم دیگه. مشکل چیه؟ ما اصلا بادی مپینگ میخوایم چیکار کنیم؟ ما الکساندر میخوایم چیکار کنیم؟ یا مثلا میوز مثلا میخوایم چیکار کنیم؟ به چه کاری میکنیم؟ چون الان دارم سازم میزنم. مشکلی هم ندارم. ولی گفت ما فکر میکنیم که داریم درست ساز میزنیم. مثلا همین تمرینی که داد. گفت شما مثلا ساز بزنید. من خودم که مثلا خب آگاهی داشتم الان توی شرایط لایو هم بعد هی مجموع شب بیام جلو دیدم که به صورت ناخودآگاه خب خیلی وقت اینجوری پیش میاد من گردنم این مقدار کشته بودم جلو. خب ببینید این آگاهی خودم باعث شد من متوجه بشم و دفعه بعد ببرم اون ادی هم به من خب یه اشاره کرد. همیشه میگن بزرگترین استادا بهترین هنرجوان. شما باید تا آخر عمرتون هنرجو باشین. هر چقدر بیشتر تحت نظر باشین و با کسای مختلف ایده پیدا کنید، از کسای مختلف کمک بگید بهتر میشه. حالا میگه که آقا من به عنوان نوازنده میگم اصلا به چه کارم میاد؟ من دارم سازم میزنم. ولی واقعیت دارم یه جایی اشتباه ساز میزنم و خیلی از گیرایی که دارم، خیلی از مشکلات تکنیکی که دارم و پیش نمیرم. من اون آگاهی رو نسبت به خودم ندارم. و این عدم آگاهی باعث میشه که من کم کم این ساز زدن جلو نره. و یه جا وایسه. ادی مثلا میگه ببین یه موزیسین تو این سطح جهانی فکر کنم ادی اینترنتش قطع شد. من کامنت ها باز میکنم که اگه ادی اضافه شد به اون بگه یه موزیسینی تو این سطح جهانی یعنی تا اینجا رسیده مربی الکساندر مربی بادی مپینگ مربی سوزوکی فوق لیسانس توی جولیارد ولی همچنان با فکر باز داره به ایده های نو فکر میکنه. همچنان میاد کلاس میگذرونه. همچنان خودش رو یه هنرجو میبینه. خب ادی با آندره بوچلی ساز زده با نوازنده بسیار بزرگی توی با خواننده و نوازنده بسیار بزرگی توی دنیا ساز زده و میتونست بگه خب من دارم ساز میزنم دیگه بچه باید ایده جدید یاد بگیرم یا مثلا برای چی باید اصلا بیام کلاس جدید برم ولی همچنان ذهنش بازه و داره این اتفاقات رو یکی یکی تجربه میکنه چیزی که براش خیلی جالب های اگه ندید iPad just decided to shut off. Okay. I'm just translating what you said before. Shall I continue? Yes, please. Thank you. و یه نکته خیلی جالبی که گفت ما یه سری وزنه ها توی میوز ماسل میبندیم که باعث میشه شما وزن طبیعی بدن رو پیدا کنید موقع ساز زدن و حالا نقاطی که روش فشار می آوردید اینا رو کم کم از بین ببرید و بتونید تو رهایی ساز بزنید. ما خب با ادی که جلسات داشتیم حالا فیلم های مختلف تکنیک های ما رو میگه که من خیلی دوست دارم یه روز فرصت بشه بیام ایران و بتونم اون وزنه ها رو بزنم با اونا ساز بزنم ببینم حسش چجوریه. خیلی دوست دارم تجربه کنه و براش این قسمت میوز مثلا خیلی جالب بوده. در کل بازم میگم یه نوازنده توی سطح جهانی هنوز داره با ذهن باز تلاش میکنه ایده جدید یاد بگیره و این خیلی برای خود من ارزشمنده و من تلاش میکنم همیشه یه همچین آدمی رو به عنوان کسی که قرار بدم و ازش کلی چیز یاد بگیرم که تا آخر عمرم ذهنم همچنان فعال باشه و بتونم چیزای جدید یاد بگیرم و ایده های نو. اوکی دیدم if you are okay let's see if the audience have any question or anything with us they will write their question in Persian I will translate it. Please answer me, and after that, of course, I will translate your answer into Persian as well. Is it okay? Of course. Thank you so much. Thank you. خب عزیز، اساتید عزیز، موزیسین‌های عزیز، من کامنت ها رو باز گذاشتم. سوالی چیزی اگر که هست، لطف بفرمایید بپرسید. من از ادی بپرسم و بعد جوابشو بدم. استاد فقیه یه مطلبی نوشته بودن. استاد نوشته بود چی؟ سوال فرزاد یه فرزاد اوکی آسیدی قسمت تنیس البوی دست راست سوال بفرمایید. اوکی ادی somebody asked the question about do you know tennis elbow for the tennisser when they play tennis they have problem in their elbows yes correct okay is there any
remedy or any exercise that would be helpful for that in body mapping, Alexander technique, or any other method that you know, or any special doctor, let us know about that. So, okay. So the main thing that, again, unfortunately, I don't have my my anatomical models, but whoever's asking the question and the audience in general can look at an anatomy book about the actual structure of the arm. So I always ask people, draw the arm. And this is, I promise you, it's going to go back to this specific question. Most people don't understand about the length of their arm, what the arm is made out of. So you have what I always say, you know, draw the arm. And then I always make a comparison when I show them what the arm actually really is from a skeletal point of view. It's meaning that you have a shoulder blade, you have a collarbone. So look where your arm begins, actually, right from here. And you have one upper arm bone. Eddy, would you please show us a little bit more of your body? We see you up to here. We need to see you up to here. No, you just have to put yourself on something like this. Just change the position, actually. How's that? Oh, good. Better, okay. Thank you. And I think a little bit more. We should do that more. Yes. God, like, what do I do? Okay, where am I going? Because you are telling us some wonderful ideas, I want the audience to see that. I'm trying to think of what I could do to, like, show you more. Okay. Okay. It's okay. Continue. Wait, thank you. Is this okay? On my tippy toes. I'm having like a thing. But I can just show you with the arm over here, right? So you have a collarbone, you have a shoulder blade, you have one upper arm bone, you have two lower arm bones, a wrist, and a hand. So if I were to show you the actual skeletal system, you'd be really surprised that the wrist actually is up here a little bit. You have two lower arm bones, the one upper arm. So when it's regarding to the what we say, the question was for tennis elbow. First of all, you have to understand you don't have an elbow. You actually have what's called an elbow joint. Right? So this part, most people say that this is the upper arm bone, this bone. In actuality, it's the ulna. It's this bone that's on the side of the pinky. Yes. That's, and you have the radius. Then you have the radius, which is all the way to the elbow joint, right? Then you have this upper arm bone that goes here. So these three bones form a joint. There's three joints, right? It's called the elbow joint. So most people don't recognize, they think that this is the elbow, very much like I told you guys about saying that this is not the top of the joint. This is not the top of the spine. This is this is muscle back here. The top of the spine is between your ears, behind your nose. It's the same thing with this, that when, unfortunately, I don't have my models and things like that I can actually show you, but for the movement, I'll just try to go around as much as possible this way. You can see the movement is this, because most people actually engage musculature over here. Oh, I got that. Right, so it's not an engagement of the musculature here. The purpose of the ulna is actually bend. Right? That's the purpose of the ulna. So you want, the muscles are an afterthought. They support the bone. There, it's not this. Unfortunately, I don't know if you can see through the video. It's not this, but it's more of a, think of rubber band. Okay, I got that, thank you. Shall I just demonstrate it? خب من جواب این سوالو که راجع به تنیس البو پرسیده بودن بگم بعد دوباره کامنت ها باز می‌کنم چون دست ادی دیده داره میشه کامنت ها بستم سوال می‌کنم. ادی میگه که این قضیه تنیس البو هم اصلا به وجود اومدنش به خاطر اینه که واو دوباره اینترنت ادی قطع شد. من کامنت ها باز کنم ادی ببینم و عدش کنم. میگه دلیلش اینه که ما مجددا شناخت رو دست نداریم. ببین نقطه اول دست ما توی بادی مپینگ میگن اینجاست. خب
دست هند رو تو انگلیسی اینجا میگن این میشه آرم دیگه، آرم فور این کلی اگه بخوام آرم رو ببینیم از کجا شروع میشه از اینجاست. یعنی من دست هند برم بالا، بذار من ادی رو اضافه کنم، نقطه‌ای که ما میخوایم دستمون شروع بشه در واقع از اینجاست. میگه مشکلی که پیش میاد توی نوازنده ها به خاطر که تنیس البو میشن اینه که ما میگیم یه چیزی داریم به نام آرنج، در حالی که ما اصلا چیزی به نام آرنج نداریم. اینجا یه سری مفصله، من استخون آلنار رو دارم، استخون رادیوس رو دارم که حالا آلنار وظیفش خم کردن، رادیوس هم که اینجوری میچرخونه دستو، کار ندارم. میگه اینجا یه سری مفصله، در واقع ما باید حواسمون به اون مفصلا باشه و وقتی که من میخوام دستمو تکون بدم ناگهان من صرفا از اینجا تکون میدم دستمو از آرنج. ولی بعضی یا میان ماهیچه های اینجا رو بسیار منقبض میکنن، انگیج میکنن و شروع میکنن تکون دادن. نها کنیم من اصلا حرکت الان آهسته برم، بذاری دستم از این زاویه بهتون نشون بدن. نها کنیم الان تحت انقباض، میبینید تیک تیک میزنه دستم وقتی داره میره، این الان تحت انقبازه. خب من وقتی که اینجوری شروع میکنم کار کردن تنیس البو میشم. حالا اگر آزاد باشه ادی میگه که قاعدتا اون تنیس البو به وجود نمیاد به خاطر اون فشاریه که من دارم میارم. Eddy, I'm sending you the request. Please accept it and join us. خب من بقیه سوالا رو چک کنم یکی یکی. با توجه به تایمی که داریم نمیدونم برسیم چند تا سوال رو جواب بدیم. خب تنیس البو رو پرسیدم، ادی گفت میشه در مورد پشت شانه و قسمت گردن هم بپرسید. اینو پرسیدیم دیگه و ادی خودش اصلا توضیح داد که من وقتی که حالا نوازنده هر سازی هستم، مخصوصا ساز مثل ویولون، اینجا رو وقتی میارم بالا یا مثلا چلیسا به خاطر این گوشی ها مجبور شن سرشون رو بکشن، این آسیبا تو این ناحیه به وجود میاد. اولین قدمش اینه که یه مقدار استراحت کنید که اون فشار عضلانی از بین بره، بعد حالا با تکنیکای مثل بادی مپینگ، مثل الکساندر یا هر تکنیک دیگه فیزیوتراپی، یوگا، میوز ماسل، هر چیزی که به نظر خودتون جذاب میاد انتخاب با شماست، شروع کنید این حس در واقع بدنتون و حرکت‌ها رو درست کنید و پوزیشنتون و اکولتون رو واسه ساز دادن درست کنید که مجددا اون آسیب رو نبینید. ولی بعد اولش استراحت. خب بعد در مورد درد و آسیب در ناحیه زانو موقع نشستن و ساز دادن میشه راهنمایی کنید؟ جناب مسعود لطف بفرمایید بگید که نوازنده چه سازی هستید که من به صورت تخصصی ازشون بپرسم، چون خب این که نوازنده چه سازی خیلی اهمیت پیدا میکنه. استاد علی محمدی، استاد حال شما چطوره؟ خوبین؟ سپاسگزارم که لطف کردین تشریف آوردین به لایو ما. استاد علی محمدی نوازنده بسیار خوب هستن و تشریف آوردن. درود بر شما نوازنده پیکستان، معمولا درد آرنج دست راست میگیریم، اگه ممکنه راهنمایی بشه ممنون میشم. استاد من با توجه به مطلبی که ادی گفت همینجا میگم نوازنده پیکستایل یه نکته که راجبشون هست، نوازنده که پنجه میزنن معمولا توی مچ ناحیه آسیب میبینن خیلی، چون فشار میارن توی گیتاریستا. پیکستایل توی این قسمت دلیلش هم اینه، همین قضیه شبیه تنیس البو میشه در واقع. بسه ممنونم ادی رو اضافه کنم، بنده خودم متاسفم. اوکی تنیس البو میشن در واقع. ببینیم نوازنده پیک شروع میکنه مثلا تکنیک ریز رو زدن، مزراب ریز شروع میکنه زدن، خب یکی از تکنیک های معروف پیک دیگه، در حالی که هنوز شناخت روی قسمت های مختلف دست نداره. یعنی ما یه سری تفکیک میخوان، من باید تفکیک انگشتان رو داشته باشم، تفکیک موچ رو داشته باشم، تفکیک ساعد، تفکیک قسمت بازو، اینا رو از همدیگه بتونم تفکیک کنم. چون نوازنده ابتدایی نمیدونه میاد اینو چیکار میکنه، با صف کردن قسمت مایچای این قسمت شروع میکنه ریز زدن. خب این ریز زدن داره از کجا اتفاق میفته؟ یا از موچ داره میزنه که معمولا انقدر تون نمیشه، دست رو صفتر میکنه میارن روی مایچه بزرگتر مثل آرنج شروع میکنن اینو زدن. خب این اتفاق چیه؟ همین تنیس البو، مایچه های اینجا همه تحت فشار قرار گرفتن و من دارم ریز میزنم، کشیدگی این ماهیچه ها باعث میشه که من توی قسمت آرنج شروع کنم به درد، احساس درد کردن. دلیلش هم اینه که من اینجا داره عصبا گذر پیدا میکنه، میاد توی تونل کاربال و میره توی دست. نکته ای که راجبش هست اینه که من هم با انقباض این عضلات اومدم تونل در واقع عصبام درگیر کردم، مایچه ها فقط داره بهشون فشار میاد وقتی که دارن ساز میزن، به همین خاطر
اینجا ماجه عصب آلنارمون داره از اینجا رد میشه، عصب آلنار شروع میکنه متورم شدن و درد گرفتن توی ناحیه آرنج. حالا من باز الان از ادی هم میپرسم توضیح بده بهمون. ادی if you're seeing me I'm sending you the request but I think you do not receive it. I think there is some problem with you. With your internet, with your phone maybe. Just let me know about it. Text me in WhatsApp. I understand. All is good. Please send me a request again. Sorry, my device. Okay. من واسه ادی یه دوباره چیز بفرستم به اون اضافه شد. Okay. من برای ادی میفرستم ولی یه مشکلی هست نمیتونم اضافه شد. خب یکی دیگه از استاد علی محمدی خواهش میکنم، سپاس از شما. دوست عزیزمون مسعود گفتن نوازنده گیتار هستن. مسعود جان اگر که نوازنده گیتار چیز هستی، فلامینکو هستی، اگر پا روی پا میندازین احتمالاً توی این قسمت یه مشکلی هستی، باید با هم دیگه چکش بکنید. یا اگر نوازنده کلاسیک هستی زیر پایتون رو چک کنید. اگر که نوازنده فلامینکو این پا روی پا نندازی، زیر پای راست زیر پایی بذارید و پای چپتون رو یه ناکن، این الان این دوتا پای منه، اینو میذارم روی زیرپایی، این پامو یکم میارم جلوتر، یکم باز میکنم که زانوم خیلی درگیر نباشه، اینم روی زیرپایی که باز اندازش خیلی مربوط به خودتونه. چون مشکل زانو پیدا کردی، من پیشنهاد میکنم که از زیرپایی که توی بازار هست اندازش یه سانتی میره بالا استفاده نکنید، یه چند تا کتاب بذارید و اون کتابا رو هی مثلا کتابای خیلی قطره کم بذارید و ببینید که تا چقدر اندازش براتون مناسب میشه. ولی در بحره اول پیشنهاد میکنم یه کمی به زانو استراحت بدید، چون خیلی وقتا ما میدونید میخوام یه تکنیکی رو بزنم سرعتیه، فشار وارد و همین فشاره یه وقتایی تو دسته، یه وقتایی توی کمره، یه وقتایی تو گردنه، مثلا اینجوری دارم ساز میزنم، یه وقتایی حتی فشار رو انداختم تو پام. مشکل شما شاید این باشه که فشار رو انداختی توی پاتو، باید چک بکنیم ببینیم که مشکل کجاست. فکر کنم دوباره براشون درخواست بفرستیم. یاسمن جان من برای ادی درخواست میفرستم، میزنه waiting for ادی باد، ولی خب بهمون اضافه نمیشه. استاد لایو چش خام ناصری الان لایو سیو میکنم، یه 5 6 دقیقه دیگه داریم، من فقط بتونم ادی رو اضافه کنم به لایو که خدافظی بکنه با همون، بعد بتونم لایو رو تموم کنم، چون سوال دیگه هم نیست، من فکر کنم همه سوالا رو جواب دادم. بازم آقای مسعود یا استاد علی محمدی اگر سوالی داشتید به من توی صفحه پیام بدین یا برای گام بفرستید، استاد فرقینه به من فوروارد میکنم، مشکل نیست. من هم از ادی میتونم بپرسم، هم اگر خودم اطلاعاتم در حدی بود که بتونم کمک کنم حتما برجش. خب من یه چک بکنم که سوال دیگه نباشه، من فقط باید الان ادی رو اضافه کنم اگر که بتونم. من درخواست برای ادی بفرستم صحبت پایانیشو بشنویم، چون دیگه داریم نزدیک 2 ساعت میشه لایو. خب فکر میکنم یه مشکلی هست، من نمیتونم، هرچی ادی رو میزنم بهمون اضافه نمیشه. نمیدونم اگر که تصویر من اوکی هست، قاعدتا شاید توی چیزی مشکلی هست توی اینترنت ادی. من اگر که سوالی نیست دیگه کم کم لایو رو تموم میکنم. لایو روی روش درمان تنیس البو سوال بفهمید به روی چشم فرض جان، فقط نکته که هست الان ما ادی رو نمیتونیم اضافه کنیم، من چیز میکنم ازش میخواین توی پیامان باش صحبت میکنم، ازش میپرسم، شما به صفحه خود من یا به صفحه گام یه پیام بدین، من از اون طریق بتونم راهنماییتون کنم، چون الان هر کار میکنم ادیبه اون اضافه نمیشه. خب خیلی خیلی خوشحال شدم که تشریف آوردید امشب توی لایو ما، خیلی لطف کردیم، من خودم لایو خیلی جذابی بود، کلی چیز یاد گرفتم و کلی اطلاعات جدید بود برام، امیدوارم که برای شما هم جذاب بوده باشه و
و اینکه حتماً حتماً تجربیاتتون رو و چیزایی که داشتید با ما در میون بذارید، به صفحه گام بفرستید، به صفحه من، هر کدوم راحت فرقی نمی‌کنه. خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشید. خود